بورد محافظتی و مدیریت عمومی 12 و نظام ترتیب افتخار تشریف آوری شما را دارد. تقدیم کننده الهاج بریگ جنرال محمد هاشم رئیس مدیر عمومی مدیریت عمومی 12. السلام علیکم. موندن باشید. وظیفه را قهرمانانه انجام دادین و همیشه ما میگیم در جنگ حلوا تقسیم نمیشه. بدون خونریزی موفقیت به دست نمیآید. شما یک تعداد همسنگرهایتان، رفیقایتان و بادگاردهای شخصی محد یکل 10 سال به این طرف در اطراف ما بود و را از دست دادیم. تسلیه درد میکنیم. گفای ما همیت انتقام گرفتیم. مقتم خون نرفتادیم. راحت چهی بودیم. راحت کهی. آرام سک. سلام با همه بیننده تلویزیون آریانا، تلویزیون خورشید و تلویزیون ملی افغانستان، باتر تیوی آینه و تلویزیون یک، با همه ایشان سلام احترامات تقدیم میکنیم به بیننده ها و در اواخر جنگ ها بسیار شدت پیدا کرد، هم جنوب افغانستان، هم در شمال، هم در شمال شرق و یک تعداد سربازای نیروهای امنیتی ما و خونسازی عملیات خائنانه دشمنای مردم افغانستان جام شهادت نوشیدن و یک تعدادشان زخم برداشتن و آواره شدن، هم در پرا همون پروبلم، هم در هلمند، اوردگان، یک تعداد هموطنای ما هم در برای میبخشین قندوز و دشمن ها میخواستن که ولایت های امن نرم مثل پاریاب، سرپل، جوزجان اینجا را هم نامن بسازن و چند عملیات هایی که ما اینجا رهبری کردیم، سازماندهی کردیم و اینا را هم پلانایشان خونسا شد و ما نظر به هدایت رئیس جمهور و ما وظیفه گرفتیم که به ارتباط آزادی غرماچ و آزادی که همه سربازا یک کندک اونجا قریب 40 روز میشد راهشان قطع بود، در محاصره بود و ما باید برم غرماچه از وجود مزدرای بیگانه پاک کنیم و مشوره بتیم و قماندان قلردو مسئولیت غم شمال با عهده دارم و بابا جان از طرف وزارت داخله او هم در شمال وظیفه دارد، نیروهای پلیس و پلیس های محلی را اینا را ترتیب و تنظیم اکمالات بکنند و ما زمین کارکردهای جنرال بابا جان راضی هستیم. هر جای میرسم تمام همه پست های سرپل و پاریاب و یا جوزجان و این وظیفه با صادقانه انجام میده. به مخاطر
ما پلان حضره نداشتیم که بیایم بر بگردیم در جوزجان بعدن در کابل و اگر که زیاد سرمخوردگی جای ما را شما دیدین خودتان این بچه را زیادش در پالین بود اگر از سزایش نشناتیم خودشان طور سیاه شده رفتن خاک خونه و شناخته نمیشه و همه خاطر ما خیلی پلان خوبتر داشتیم و خوبتر هم انجام میدادیم و متاسفانه بگیم جنگ با شوخی نمیشه اندرترین غفلت میگه حکم مرگ داره ما حالت در وقتی داتم بودیم در منتر در منترهای سیاه بودیم اگر همونطور جدی حرکت نمی کردیم تصمیم قاطی نمی گرفتیم ما زیاد جنگ کردیم اولین جنگی که در عمق میریم همونطور در عمق دشمن و حداقل در فاصله 5-6 کیلومتری دیدیم تمام جای جابجا شده بود سنگارا کندگی بود ماین زیاد پر شده بود سرکا هم تخریب شده بود وضعیت دیدیم اینمی یک تعداد جنرال های ما خو اونجا وظیفه ادرا داشت که بره و راه را باد کنه تعطیر بکنه اینا را دیدیم از خودشان نمیتوند دفاع بکنن و اینمی اینجا کلان بدنامی دیگه میایه که وضعیت دیدیم همی گاه گاه در جنگا همونطور پیداکاری نکنی نمیشه ما خودم در آمدیم شما بودیم دمه وقت روز همه تانگ ما زیاد مر میخورد چندین راکت در اطراف تانگ ما خورد راکت در موتر شما خورد و سر از یه سعی نکردیم که این ما یک 200 نفر تلفات بتیم خوب است و او هم به دست دشمن بیفته و کسایی که وظیفه داره این قطار را باید رقم کنه جنگ باید توقی داره بکنه این به دست دشمن بیفته همین تصمیم شد که باید درائیم بیدم خود تلفات شد سربازای اطراف گارد ما یکی کار بسیار جهالانه کردیم یکی کار بسیار خوب کردیم دوده جهالانه ما خود ما خدای ناخواسته همین یک مرمی بخورم زخمی شویم ماین بدنه یا شهید شویم باز در اون حالت شما میفهمید چه حالتی در افغانستان میاید همین تانک ها کلگی قطار استاده دشمن در 50 متری ما انداخت میکنه 50 متر دیگه هیچ از سزای این تانک ها نمیبره و راه را میلان نمیکنه آخر ناگذر شدیم که از بغل برایا حتی سر مینا تیر شده رفتم چه گفت را را اعلان همین کی هست دم تان دم اصلا اینم اینجا بالای ما هم دریوار ما گفت که ما اون صاحب اینم اینجا این اینجا دشمن این بچه ما گفتم قبرستانی هست بالا پس ها نمه سعی کردم پیکا و کلاشنکوب راکت ما عفیز خان گفت یک تانگ دربتی هست باعتم بزن که گیر خب ما رفتم سر ما همیشه دیده باشین ما سر ما ایتور کده گشتان مثلا عیب میدانیم همین
جنرال باشیم امیتر پوت شده پنهان شده این رقم پیش دشمن شانه خدا خام کنید آخر دهی کی هست میگم میگه کماندان لیوا میگم که کماندان لیوا کی هست کماندان امنیه هست و آخر امی دروازه بلند آواز نمیکنه از بغل سربازش میگه و خودش به طرف ما کله کشه کده نمیتونه سربازش میگه که اینجا کماندان صاحب لیواست کماندان صاحب امنیه هست آه کجا هست یک دفعه ما ببینیم ما اینجا دیدیم این ما گفتم ما این گفتم میشنیدی قطار خونه بعد از دک 40 دقیقه هم تاریکی شد دهی تاریکی کجا را میدیدیم قطع راکت قطع پیکا خلاص یک موفقیت خوب شد که یک دم خود را رساندیم محاصره را شکست داندیم چرا کمینه گفتم تلفات شد با رود آخر امرم نمی کنم ماینال ما باز بغل برین سر بود تیر شوید دای نکنید و تیر شدیم و در کمپ چنایی رسیدیم با سر از هم صدای خدا نکشیم و همه طور پامیدیم که این حرکت ها یک حرکت های سازماندهی شده هست یک حرکتی که می خواهد که جنرال دوست ما ناکام جلوه بده جنرال دوست ما نتوان جلوه بده خواب خیال های چی به مخاطر ایرم درک کردیم پسانشم با آل صحبت که در آیتم شاید شما سوالم داشته باشید ما زیاد صحبت نمی کنیم باز حتما سوال های شما با می ارتباط است ما در خدمت تان هستیم جنرال صاحب فقط یک سوال من این است که چند روز از این کمین میگذره و به قول شما و بعض آقایان دیگه این کمین پیچیده و خطرناک بود که در برابر شما به او برخورد کردیم بعضی ها از ستون پنجم گفته گپ میزنن ما حالا بگویم در ستون ها را قرب شناختیم بالاتر از پنجم هست اب بود ما امی نمی پاویم این کماندان قلوردو این کماندان امنیه این کماندان لیوا از کجا دستور میگیره و چرا وظیفه را به درست اینجا اجرا نمی کنه امی راه را باز کردیم در یک روز را باز شد و پلان محمد که دیگه بروم چرا بگیریم آجل غرما چه بگیریم ما خود گفته بودم در دو روز در دو روز هم نمی رسید همی گفت در یک روز می شد آل چیت ماین هست ماین هست اما ماین باشه شما خود که کنده که استقام داریم در اینجا کنده که غرما چم هست امر را تعطیل کنیم زود امر را را پاک کنیم وظیفه پیش رو یا باید خلاص کنیم به همه خاطر ما اینا هم بسیار قلب پاک سرباز هست صادق سرباز هست و وطنش را دوست دارم اما اخ هم نمیگه خانه امی و مردم جوجان سرپل حتی همه جای اینا ملتش شهید پرور است هیچ باور کنین که از مسئولین
مقامات بالا یک تسلیت نمیدن و اینا زخمی هایش چی شد؟ یک رئیس جمهور پیرو چاربات یک زنگ زد والا شنیدیم که همه بچه های اطراف خودت به شهادت رسیده و به او خانه های شهید ها یک قسمان پول اینا کمک میکنیم. برای ما برای سربازان ما اون پول مهم نیست، آدم جانش که برای وطنش ملتش قربان میکنه، خون سرخ خدا میریزانه علی دشمن است. بعد اون خانه یا دو $500 یا $200 بند بادش نیست، مگر از نگاه روانی بگویم، از نگاه روحو بگویم، اما فرسانش بر ما همه چیز است. ما چی؟ 1000 نی، 2000 نی، 3000 نی، قربانی ها را زیاد دیدیم، زیاد چی کردیم. خب با واسه همه گفا وزارت دفاع شما تایید کنید، جنگ با 50 متری و اردوی ملی چرا تلفات داره؟ بیا ما میخوایم که آجل زخمی ها را نمیشه وجدانم قبول بکنیم که خودم همین جا باشیم در پالیم. همه را دیدیم، یک سرباز از اینجا خورده بود، بسیار ناله میکرد. ما گفتم چطور این سرباز های ما یک عادت داره، یک گپ تشویش ها را نمیگه. اینجا زخمی شده، تیر شده، او را بیچار رودهش برامده از ما پود کرده، باز پیش شما همه خونریزی کرده شهید شد. این لوی درستیز ما زنگ میزنیم که یدپ ها را کردنات میتیم، ضربه وارد شود، شما ایل 29 دارین دیگه، امکانات هست، باید ضربه وارد شود و آجل ما این زخمه را انتقال. میگه کجاست؟ خانه ایش رفت. ما تا صبح منتظر میمانیم این لوی در صاحب شوارش بگیره، تابش راسته شوه، باز زنگ میدنیم که این کردنات تا باید ضربه وارد شوه. این جنگ همیشه میگم جنگ شمال است، جنگ افغانستان است. خو این مسئولین امنیتی در شورای امنیت میاید. ما خورتره که کتابچه داریم، 1 2 3 گپ خدا راست بود. اینا همینطور گزارش میده رئیس جمهور جلسه را دائم توقی داره میکنه، یا از چی وید کنفرانس طوری گپ میزنه که هیچ گپ نیست. و گپ وطنکی یک ضرب المثل بگویم، یک مثل داره، میگه بغل تا میگه از چارماغ پوچ پر نکنه. اینا یا یک مثل هست میگه سر بام ما را بالا کردی، زینه را از زیر پایین بود. اینا رئیس جمهور اینا را طوری گپ میزنه که چل عباد ما دهی گفا خو از اونا کده زیادتر عمرم دمی گفت تیر شد. کتاب چست او رم یک 5-6 ورق نوشته کده میه، یه شد یه قرار شد، یه تاک ما چند کاره نکنیم ما برده نمیتانیم. جنگ انگیزه میکنه، جنگ فکر آدم یک انگیزه بده. به خاطر چه ما می جنگیم؟ در برابر که می جنگیم در بین اما قوات های امنیتی طوری یافتیم که کماندوها بچه های خوب هست، در بین همه سربازای اردو کسایی را یافتیم، همه شو که
تیاره را پایین میکردیم هوان راکت زد، اونمی کماندان تانک دربتی از دستش از بغلش چرا خورده تا پنج شش روزه که در پالی ما بود همه دستش همه تر گرفته، اونجا دکترم نیست پاسمان بکنه. این قدر وظیفه را با وظیفه خود پاوندن، این بیچاره را به ددان دشمن میتیم. یک مدیریت میگین یا سوکی داره میگین، این چیزا هیچ نیست. ما بارها گفتیم که درست 50-50%، درست یا 40% هرچی که سیاسی به توافق رسیدیم. ما به جنگ اعلان نشده ما قرار داریم، گرفتن هلمند، مشق، تمرین، تطبیقات اجرا شده رایید در کویتا، در چی پاریا و گرفتنش موتر سیکلا از شوردریا از کجا بیاید، 5-6 هزار موتر سیکل از این طرف هجوم بکنند. شما تصویرها را دیده باشین از موتر سیکل خدا میداد اینجا پیدان و قندوز تاور شده رایید علمان دارد. ما چی میگم؟ با مذاکره آغش دولت باز باشد، اگر بازم 40 سال دیگه هم جنگ دوام کنه باز آخرش همین مذاکره و طبعا که یکی دیگر را کشته خلاص کرده نمیتونه، مگر سیاسی نکنین نیروهای امنیت را. این اشتباه نمیشه، این کار کردیم خیانت میشه، ما با این حالت مواجه میشیم، رویه را از دست میدیم، سربازای خود را از خسته و ذله میسازیم. کاش که امی وزارت داخله و دفاع در یک تیم مربوط باشه، مثال دکتر صاحب عبدالله بسیار خوب، وزارت دفاع تیم تعهل و تداوم، اینجا ده ها نفر دیگه از بیرون مداخله میکنه، کس کس را تغییر تبدیل کرده نمیتونه، کس کس را که بد کار کرد یا نتانست چرا این گپ شد جزا داده نمیتونه. ما برای شما یک گپ گفته بودم در ارتباط پاریاب، 4 تا دوز، 4 تا رشوت خور، مال مردم، جان مردم، حتی به ناموس مردم دست راضی میکنه. یه بی وجدان ها جد امیگه که عجم بیش، اما برادره که پارسی گپ بزنه در رو نمیگه که ما اینجا با سر بازار جنگ داریم، سر دیک اوشور جنگ داریم و جمعیت داریم. این ما کس خفه میشه خوش میشه، باید برای ملت واقعیت را بگیم، با سربازا، با ایرا شورای امنیت میگم داد گفته میایم، یا امنیت جلسه پیصله کنین، یک اعلامیه پیصله شورای امنیت این نیروها سیاسی نیست. یک گپ کس خوش میشه خفه میشه باید بگویم. ما بس دهی پیکر هستیم چه رقم از امید ترک تبارا یا وظیفه ما مثلا دیگاه سیاسی یکا اینا را هم بیشار دهی چی شامل کنیم. خب اونید دکتر صاحب عبدالله تاجی که باشه هر چیزی که باشه اینمی ناتوان است، اینمی آدم و نام نیک نداره در بین مردم. ایر ما رئیس جمهور چی میکنه؟ رئیس جمهور
کسی که پشتو گپ بزنه آدم خوب است. او پشتو هم گپ بزنه از لوگر باشه بسیار خوبتر است. ما مسئولیت کلان تاریخی داریم. ما یک فکری ملی نداشته باشیم این نی پسات جلوش گرفته میشه، نی این پروژه ها تطبیق میشه، نی ما مافاقخانه همه 3 سال دیگه خود یک روی سرخ باشیم پیش مردم، یک چیزی گفتنی داشته باشیم. همه مردم تا حالی رسیده که ما رای خدا گرفتیم، رای هر چیز قط بازی بس سرنوشت ملت با این ملت بازی نمیشه. همونطور بالا میبره، همونطور در زمین هم میزنه. به این خاطر چشم ملت خواب نزنیم و این سیاست هایی که در افغانستان آمد، ما از داوود خان به این طرف شمی پامیم، مردم گف شنیده گوشن که بانین کله اینا شنه که پندیده رفته. صد گپ نزنین، یک عمل بکنین. دیگه گپ هایست که یک واقعیت هست. ما امرای یک گروه پس پسک خس پسک داریم و دیگه دکتر صاحب یا ایره سبا سخنگو چای بوگیه که نه اتر نیتره. او بایدار ما نفر دوم مملکت هستم، تو از کجا آمدی؟ چند کلمه گپ پارسی را و خوب در روی کرمای خوب عدد گپ هم میپامیم. ما از عمق مردم گپ میزنیم. اب وقت شمت دارد ما را گفم شما باور کنید. از رئیس جمهور پوت از رئیس جمهور از دیگه پوت از یک سیاست یک گپای روانت آدم طبع خسته میکنه. از این صداقت، از این قلب پاک امی ملت مردم و امی اطراف یا اطراف رئیس جمهور یا دکتر صاحب عبدالله ذهنیت را خراب کرده میره. مردم ذهنیتش خراب میسازن. اوش که میگه تا که ما پیش رئیس صاحب جمهور بریم از پیش سانگزی صاحب میره، اکمر صاحب میره، اکمر صاحب میره در خانه ما حق گفت چیه چه فکر میکنه که ما این گفت نمیپامیم. او آنمینز یک فکر ما را مطالعه میکنه اونجا میره که چه بگه. اینه ما خو کدام نیت بد نداریم. نیت ما همیت 62 ساله شدیم یک آتش بس ببینیم، یک صلح ببینیم و در تلفن ما این شهید شد، این شهید شد، این را نشنویم. با هر چی که با تفاهم میرسیم برسیم. یک آرمان ما همیت ثابت بسازیم که ما را دکتر نجیب پان ترکس گفته با کشتن ما کمر بسته کرد، با دسکیر کردن ما بسته کرد. بعد از ایش انواع تومت های بی جای شد. خب او قدر در اونجا نمی پیچیم. حالی هم امه سیاست روانه. شما یک قماندان قلورده رو ببینید، یک قماندان لیوه رو ببینید، این مسئولیت بزرگ، این دروازه شمال از افغانستان از پاریاب. اما طور آدم ها هم در وظیفه مقرر میکنیم. چرا که اینمه سیاست های گذشته، سیاست های ناکام ما را انزوا قرار بده و ما را
همینطور تشریفاتی نگاه بکنه. این خبر نداره اینا، ما ای از این امتحانا گذاشتیم، این سیاست های ناکام و زیر پا افتیده هست. ما هیچ نیت نداریم. چه میگم، چهار تا سرباز داریم، این شما یه رفعی کن با نمی، چرا دست ندارد، شما این سر بادگارد ما رفعی کن، این سلای کماندان ما رفعی کنیم. همه ایشان کونه فکر نمی کنیم اینا فاصله 200 متر از زده بتانن، اعتماد نمی کنن. ما با خاطر چی؟ خودم نامم جنرال دوستم باشیم یک جای محاصره بانیم که از محاصره بیرون برآمده نتار، حد اقل خدا خود چی بکنیم؟ دیدیم کماندان را، هی کماندان صاحب امنیه اتو کجا شد نپراید؟ هی نمیده نظام کماندان را. او نظام کماندان که پولیس های محلی هست یا انبای همیتر هست، خود چی نداره تو؟ چی نظم آمد داره ترحدی یا هم یک صد نفر نداره؟ نی کماندان لیوا امرقم نی. این آدم ها را به خاطر روان میکنن اینجا، من بادا میگه همین شمال باز دکتر نجیب واری سرپا بخیده حکومت ما را چپا بکنه. این یک اشتباه بزرگ است. حال ما میپامم همه گپا را میتنجیم، حال ما بر بگردیم. شما به خاطر همین سرکوب ترک تبارا یا مجاهدین افغانستان شمال همه کارا بکنید، در دو ساعت او خودش قرق کرده نمیتونه. او اگر تظاهر بکشیم این ملت چه میکنه؟ یک کماندان چی از کندک هست اردوی ملی، او بیچاره تو چرا نرفت؟ میگم جنرال صاحب بگه بعد از شام چی میمانه؟ او میتونه آل جنرال دوتما یا امی کماندان قلورده میتونه یا امی کماندان میتونه. امی خلط برد بگم امی پاپ گفتی ده زربین پیدا نمیشه، زربین. این زور مردم ندیدن شنیدن، و امی خاطر یک اعتماد دارد، یک با یکی دیگه باور کردن کارد. ما خب میبینیم به این رقم مردم چیش میشه، خاک داده برم. آینده باز میخواییم ما اون اول رئیس جمهور باشیم، انتخابات یک سال بعد کارهای دولتی اوست میمونه، ما مصرف چی میشیم؟ مصرف کمپاین میشیم. بر شما بگویم اینمی اطرافیایی که رئیس جمهور یا دکتر صاحب عبدالله داره یا ما داریم، همینطور بروم بر شما، ما میگویم که در ولایت ها داخل شدن ما رو نمیمونه. قندوز به ما رای میده، هلمند به ما رای میده، یا پرا به ما رای میده، ما چی کردیم؟ ناق یک شفاخانه میریم تشریفاتی حرکت ها میکنیم، شفاخانه نرم، زخمی ها را نبینیم، زخمی شدن نمانیم، شهید شدن نمانیم، طوری کار بکنیم. به همه خاطر ما از این عملیات که آمدیم بردارم لوی درستید و در دپا اینا آمر ما نیست، اینا را اینا سر ما آمر هست. اینجا ما برش میگم که این یک پیلوت، چند پیلوت قهرمان داریم، از این جمله یک پیلوت میرحسن خان میگم. شما دیدیم خو دی نیم تیارهش مرمی خورد استاد می در یک شب و روز چقدر زخمی، چقدر مریض، چقدر مهمات ها تخلیق. از نگاه وظیفه پیلوتی ما فکر نمی کنیم که در تعلیم نمایش این طور نوشته باشه اینجا، مگر می شنم باز ایره چی؟ لوی دریت می گره تعدید می کنم تو بیتره اینطور می کنم اینطور تو غلط کار می کنی، اینا خوب کار می کنن.
یک آدم بیچاره ما آمر صاحب محسود دوازنشه میکنم دیگه مجاهدینم میپامم بسم الله خانم میشنم و دیگه از نظامی ها مجاهدین ها ایست در خانه شدنیم مثل کمپین ما بود اونا را میشناسیم این آدم هایی که آل درست قدرت به من خاطر سیاسی نباشه میگم آدمی که واقعا نظامی باشه واقعا یک مفکره خوب برای رئیس جمهور داده بتانه گذار یک آدم رتبه چی داره؟ مجاهدینی داره ولی اگر همه کاغش دیده باشه ولی اگر اینمی در ضبط پروت دیده باشه خب این آوردیم صد نفر اینا توقی داره کده نمیدارن افغانستان اگر شما بم رقم گذاشتیم چی هست؟ از تیم تاول تده هم چی هست؟ از اصلاحات هم کرده نکنین همه اشتباه هست درست اصلاحات هم کرده باشه آدم مسلکی کم هست می درست تاجیک باشه از تاجیک های بسیار قهرمان جنرال ها ستر جنرال ها در خانه شده از چرا اونا کار تجربه دارن هم در زمان جهاد هم در زمان این یک ده پانزده سال جنگیدن ده پانزده سال آدم به خانه این ماستر میشه از تجربه بیشترش چه میشه به من خاطر رئیس جمهور حتی ما میگم رئیس به سیاست های زیر پا افتاده خود به سیاست های گذشته که ناکام و قاطی عمل نکنه و ارگان های امنیتی تصمیم درست نگیره هم راستگویه گفتن خوشش نمیه کسایی که چاپلوس هست های یه طرف های را او برادر این چاپلوس ها را ها 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 بکو روز بعد همه دفترتم کت پیدا نمیشه باز دوستم با کارت ده اونجا با خدا اینمی همین حالت هایی که در کابل در اینجا آمد اینما حیقوی ما نباشه همه رئیس جمهور همه تر گرفته بره گم کجا پیدا کنید باید اعتماد باشه عدالت در نظر بگیریم سیاست امیر عبدالرحمن خانی را نکنیم باور بکنیم اعتماد بکنیم ما نی کودتا کار داریم نی دیگه اگر روزی هم آمد مردم خدا جمع میکنیم دل خدا خالی میکنیم بعد از اون چرا کسی که شمال هم میپومد کسی که به زبان همه مردم بلد است کسی که در اراضی جغرافیا بلد است او را روان میکنه قندهار یک کسی که به زبان این مردم نه پارسه را نمیپومد دیگه روان میکنه این چرا این مردم این رقم شود خود مردم کدر نداره خود نظامی نداره همه چیز داره لیکن سیاست هم میاد جنرال دوستم خطرناک هست دیره در آشیه ببریم بیا بکنیم اینجا قماندان امنیه را این رقم روان که اینجا روان برده که از لوگرت یا پشتو کم میداره میره بانه کنیم دیگه هست شما قبل سفر میمنه گفته بودین که قندوز از طرف مرکز چالش خلق شوه یک سلسله مسائلی است در رابطه با جنگ قندوز که او را افشا خواد کرده این او مسائل کدام مسائل است و از طرف کیها چالش خلق میشه که بار بار شما را ممانعت میکنن و برای عملیات ولایت قندوز چالش خلق میکنن تشکر خوب سوالتان با ارتباط قندوز با ارتباط شمال ما از این دو سالی که در شورای امنیت بودیم اینم طرحای هم پلان داد او وقت طالب
در غرماش اینجا کمی بود، همینطور ما گفت بگذارین اینا می دراید شمال، ما را بگذارین از زمین باتکیت گرفته همینطور بیاییم قندزه. این کار ما نو نکردیم، بعد از رسیدیم قندزه پاک کنیم، سر قندز پلان هست، سر قندز این را پاک کنیم. بعد از او بدخشان در رو در مجاهد نفر ملت بدخشان لغت کده میره تا توپخانه میگه یک جای سرحد پاکستان. ما گفتم اینم اینجا پلیس داریم، نظم آمد، اردو، همه این ریزرو میشه. ریزرو که شد در 10 ساعت از امیز 5000-10000 نفر میاید کابل. باید در بزنم هلمند در اینه پیش از سقوط قندوز اقفا پشاری کردیم، هیچ جلسه شورای امنیت نیست، این خارجی ها اینا آمد ما سر قندوز تماس نگرد. متاسفانه ما گفتم چرا ما را روان نمی کنی؟ رئیس جمهور همه طور چشته بود چرا روان نمی کنی ما را؟ ما اینمی توانایی را داریم، اینمی بسیج و سازماندهی اینا را داریم. هی از تو مردم قندوز میگه نفرت داره، این چی میگه اساسیات ها را خلق میکنه. این چی؟ کی نفرت اساسیات داره؟ آیسایی داره. کی اساسیات داره؟ همه طالبا داره. کی اساسیات داره؟ از خودتان اساسیات داره. دوار برای اینکه ما اونجا بروم او را پاک بکنیم، دیگه بکنیم یک محویت و یک چه پیدا میکنیم. باید نرو. چندین بار هنوزم ما نگران هستیم. خود پلان ما همی بود اونجا را بروم پاک کنیم، در 15-20 روز همه تر بیایم 2000 نفر ریزرو. ما باید پلان همه تر پیش رئیس جمهور بریم، یک دو روز همی مشور رو کنیم، بعد در قندوز بیاییم. اینه ما وزی میگم که کلانا رئیس جمهور موافقه نمی کنه. نباشه اینه حاله برین همه سزای ما را قندوزی ها بشنوم بخیزه سر پایش. ما چی اونجا خیانت کردیم در قندوز؟ قندوزی ها ما را دوست داره، ما میخواییم که دین خدا ادا بکنیم. به دست پاکستانی ها نصوری می قندوزی ها را حال کجا آواره. اید دکان چور شد، مالش چور شد، بیچاره یک بابا مانده 12 نفر چقدر در یک پامل اونو خودش مانده، دیگه ایش کلیش به شهادت رسیده بیگونا بیچاره. ای یک گپا خودتان بپامه، ملت میپامه، همه چیز تحمل کرده میتانیم، مگر ما پوانتون و لیلیه اینا را تحمل کرده نمیتانیم. چرا هم کارو نمیکنه؟ اولش رئیس جمهور نمیکنه، میگه مردم نفرت داره. خب دشت اودان فراموش کنیم، او استقبال رئیس جمهور چی میکنه؟ اول امیتر بغل کرده میگرفت مردم ها امیتر کرده. ما یک روز 2 نفر قطع رفتیم، اول بعد از انتقال قدرت ما گفتیم ما رئیس جمهور رو میبینیم. کجا ما رو برد؟ نو رئیس جمهور در قصر دیگه کوچ کرده آمده بود. اونجا رفتیم پیشانهش ترش آمده شش سنگ. همون تو خدا خیریت باشه دیگه. باز بیرون خداحافظی کردیم، یک عامر پیرمخل بود، یک مولا اوسا حیات بود. این غیر اینا را تعریف میکرد، گفت جنرال دوستم اینا را دیگه اینجا نیاد. اما خود طالب را نورده بودیم. حداقل اونا را خو همه یادم نکردیم، یادم نکردیم دیگه در خانه ما نیاد. ما چی میگم؟ همه از وقت معاون اول یک برادرنا یک تسلی دل شوا که بروم از گیر طالب اینا را نجات بدیم.
مالش هست، جانش هست، ایرم باره نمیمانه. فکر میکنه که ما این گپا را نمیپامون. ده چال نیرنگ کش میشهوری که اطراف رئی جمهورت اینه میتر ما وره یک چال پنج سال ده سال دیگه درد میتونم. ما در خدمت هستیم دیگه، هرچی سوال دارین باید نگوین که مانا جناب دوستم جواب نگو. ما در آخر باز یک بار دیگر همه شاهده افغانستان که جان شیرین خود از دست دادن تسلیت میگم، با زخمی هایشان از خداوند شفای عاجل میخواهیم. ایران ملت مردم افغانستان بپامه و جنرال دوستم با دشمنای مردم افغانستان هرگز شانه خالی نکده، شانه پایان نکده نمیکنیم. و دیگه سر قدرت بودگی هم بپامه که حال خود کل بازی را ما پامیده شدیم، همه گیشه میپامه، همه دروازه داخل شدن میپام. بس این رقم دیگه برای جامعه بین المللی گفتم او متوجه این گپ باشه. چند گپ انگلیسی، چند گپ تشریفاتی ها در گزارشتیه، در بروسیل، در کجا کجا، اینجا شاری درایید، اینجا یک بام دیگه نکپه، اوشار باشن. همه زحمت کردن، پیسه میتن و دیگه خون ریختن در همین آینه. آخرم به دست همین دو تا دکتر همه بین خودشان بشینه این ملت به توایی ببره. کانتینر را در قلعه چنده میشینیم، یک دفعه میچینیم، دو دفعه میچینیم، سیم دفعه که یک دفعه بچی آمه. امینه و یک رهبری درست نداره، نباشه همین در حکومت ها. در 24 ساعت نه، در 4-5 ساعت سقوط داده میبنه. ما نیروهای امنیتی ما قهرمان ها را دیدیم همه گیشه با خدا همه لوی درست سینا دو ساعت گپ هست. ایچی وزیر دفاع بیچاره در پای گشته نمیتونه، گپ کلهشی تو شده مانده. یک تجدید نظر بکنن، کسایی که توانای کار داره اونا را یا به نام جمعیت، به نام شورای نظار، یا به نام هر چی که نام ماندن اوسی کده مانده. گفتم رئیس جمهور از این سیاست کوچک، سیاست زیر پا افتاده نپیچن، سیاست ملی منطقوی بکنن، جهانی بکنن، دوستایش سرش باور بکنن. گیرزه گفتم چی هست؟ یکی اقمر هست، یکی سانگزه هست، یکی رحیمی هست. امنا همین شیره سیاه بگیر از جمهور هم سیاه میگه. این کی هست؟ یک آدم هایی که یه چیز در بین مردم، در بین اجتماع چنه؟ چنه؟ سانگزه به نام طالب میشناسه، حرکت هایش هم میبینیم، ما هم نگران هستیم. ای از کجا چی میگیرن، مشوره میگیرن، چی میکنن، چرا یه رقم ای هزار جای رای گرفتن نتانست، دیگه وزیر دفاع رای گرفتن نتانست، به نام قاتل استاد صاحب ربانی، رئیس صاحب ما چقدر عاشق هدی هست، پیسه در اختارش میگذارم میگذارم، بوره در چی میمانه، در یک یک مورای اساسی میمانه. ما نگاره نستیم از دیگه پا طالبا قطع خصوصی جلسه میشه، ما کی هستیم که در جریان نیستیم؟ سبا اگر بگویم که ما این مذاکره ای تا قبول نداریم میزنیم، هم چی بگویم همش روی کاغذ میمانه. اما اون احوالش هستیم، هیچ رقم معونه وار معونیت اولا به ما رئیس جمهور دادگی نیست و از ما گرفتم نمیتونه.
چرا صلاحیت معاونیت اولا یک قبضه خود میگیری؟ یک قدرم خودخواهی، یک قدرم تمرکزگرایی بگویم یا چی بگویم؟ اگر توی رقم میکنی، ما هم یک آدمی ما غیر متمرکز گفتم مبارزه کدام آمدیم. ما امی طرح اینمی چی؟ دکتر صاحب عبدالله اینا ما طرفدار هستیم. زود لویه جرگه دایر شوه، باید امی جایگاه قدرت بدستی یک کس نباشه. گفتم که یک گلسوال هم باشه تو تعیین کنی. دکار با همه خاطر خوب شد ما سوالایتان جواب گفتم. دیگه هم همه چی باشه ما میگم. ما یک کس خدا، دوم باور ما سر ملت ما. ما از سر او گپا این میکنم رایم نمیزنیم. همه تر آدم ها را پراندگی هستیم. از نگاه سیاسی هم میپرانیم. از نگاه امنیتی هم باشه. دیگه خانه زنبور دست نزنم. این ملت خانه زنبور شده عالی. و به خاطر خیلی خوش شدیم. سربازا باز چطور باز رفته میزنیم یا مورال همه جلوم بر شده ماندیم؟ نه سانات همه میزنیم به یاری خدا. ها سر میتیم، سنگر نمیتیم، جان میتیم، وطن نمیتیم. بخیر بخور باشین ما.